اخیراً اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای همسایه به گونه بی پیشینه افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌ها کشورهای همسایه همروزه مهاجران افغان را به گونه اجباری اخراج نموده و به افغانستان می‌فرستند. با تازگی مسئولان فرماندهی مرزبانی خراسان رضوی جمهوری اسلامی ایران گفتند که این کشور در 10 روز گذشته 13,852 مهاجر افغان که به گونه غیر قانونی در شهرهای مختلف این کشور حضور داشتند را اخراج کردند. و از پاکستان نیز این روند در جریان است و همه روزه تعداد زیادی مهاجران از پاکستان اخراج شده و به کشور برمیگردند. در برنامه این شب روی این مهم صحبت نموده و میپرسیم که روند اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای همسایه چه تأثیراتی روی روابط افغانستان با این کشورها دارد. بحث امشب زاویه است. درود بر شما و برنامه زاویه خوش آمدید. من قاسم عادل‌زاده هستم. مهمانانم در این برنامه آقای محمد رضا مبلغ استاد دانشگاه و آقای عبدالرازق وطن‌پال فروتن نویسنده و آگاه مسائل سیاسی اینجا در استودیو حضور دارند و آقای عزیز معارج کارشناس مسائل سیاسی از لندن روی خط اسکایپ در برنامه با ما وصل هستند. موضوع مورد بحث ما اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای همسایه می باشد که با مهمانان مورد بحث قرار می دهیم. مهمانان به بحث خوش آمدید. آقای معارج، بحث با شما آغاز می کنیم. روند اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای همسایه شما چگونه ارزیابی می کنید؟ در خصوص مهاجرین، یعنی در اصطلاح بنلی انگلیسی برایشان میگریشن میگریشن میگن، یعنی یکی رفتن است، کوچیدن است از کشور، یکی مهاجرین آمدن است. در دو بخش این که باید با کتگوری مختلف و دیگر مسائل داره، مانند اسایلم یا پرندگی، اسایلم سیکر میگن جوی پرندگی وقتی پرنده شو بازوره ریفوجی میگه و اشکال مختلف داره. این بحث میگذاریم که بحث فنی است یا درست با اشکال مختلفی که داره. مثلا چرا مهاجر میشن؟ هم دا طلبانه کس مهاجر میشه، هم تحت فشار مهاجر میشه، هم لحاظ بحران هست، هم لحاظ سیاسی، هم لحاظ جنگ، هم لحاظ آفات طبیعی و هم لحاظ تبعید که کسی به کشور دیگه میره و او بچه هم مثلا مشروعیت شرعی هم داره. در شریعت هم در 3-4 حالت آدم میتاره مهاجر شد، مثلا یکی بخاطر درس تعلیم آموختن، یکی بخاطر تداوی، یکی بخاطر تبلیغ و یکی بخاطر تجارت و مثلا تجارتی اینجا هم مشروعیت داره. اما میان در مسئله اصلی که از مجبوریت، جنگ، حالت سیاسی، فقر، بدبختی، آفات کسای مهاجر میشن یا مهاجر میاند، اینجا دو قاعده وجود داره. یکی در پرتوی یا در تحت احکام حقوق بین الدول عمومی است که یک مقرر قابل اجرا و متعهد المال باره، مثلا مورد اجرا باره همه کشورها شدن. مانند مثلا در سالهای 1877 برای اولین بار پیش از او شکلی بود که کشور و یا دو کشور بین خود سنتی تعامل داشتن. یا کسی میره با بوک دیگه کشور میخواست باشه و خوب برسان بتنتن پس روانشان کنن چگونگی تابعیت بتنتنی فرق میکرد. درست. از 1877 به این طرف بعد از این مشکلات مکسیکو و امریکا و یا و بالاخره بعدیش که بسیار مهم بودن 1925 بود که در سطح اروپا این مسائل بار جنگ اول جهانی مهاجرین که مانده بودن زیاد وقت بخاطر که جنگ در 1918 ختم شد تا تقریبا 7 سال و 8 سال این قاعده ها با وجود آمد. خلاصه در وقت بندگال نومی آخرین بان کنوانسون لیانه 1951 با پروتوکول یان 1967 تمام اصول امیگریشن لو که برشان بگه یا قانون مهاجرت هم برد تصدیق کرد با شمول افغانستان و خصوصا کشورهایی که 93 کشوری که حضویت سازمان ملل متحد داشتن همه ای را پذیرفتن. این قابل قبول و قابل اجرای تمام کشورها هست که در اینجا یک قاعده بسیار مهم بایی بودن همه مهاجرین تا که تکلیف شاروشن میشه یعنی امو حقوقشان یا امو ستیتی که برشان میتر تا
او لحظه مانند اتباع خود کشور باشان تریت یا معامله شود. یا قایده عمومی صورت گرد. یعنی تمام حقوق امتیازاتی که اتباع کشور خودشان دارد تا وقتی که تکلیف از آروشان میشن تا از این استفاده میکنن. و یک پروتوکول از این که بودن هم به این خاطر که با تمام جان 1967 با تمام جان این شکل مورد اجرا در صورت شوه که ایجا اداره میسیار کمیشنری عالی ملل متحد و آیوین در این مورد باید مساعدت به اون کشورهای کنه که امکانات ماجر پذیر نداشته باشن بیرشان پول بیتن و مساعدت های لازمه برای سامبت به اون خاطر همه کشورها قبول کرد یک مثلا تشکر خلاصه وقت میمارا نگیم درست خلاصه تر اگر ذکر کنه دو کشور این هم پروتوکولای داره که قاعده تحت حقوق برندوال و خصوصی میاره باننده ما با پاکستان با ایران در طول 50 سال بخاطر اینکه بحران افغانستان به این و بدبختی هم پروتوکولا یا قراردادهای مختلف را حیاتای افغانستان حتی خصوصا وقتی که در سال 1967 وزارت مهاجرین جور شد عودت مهاجرین در وقت آلترناتیو جور شد این هر سال هر وقت معایده های مختلف را دارن به این کشورها که در خصوص مهاجرین چیکار متاسفانه نسبت به حاکمیت های ضعیف در افغانستان تمام 50 سال میگم حاکمیت های دستشانده از یا نتانستن که از اصول بندلی که من تصور کردم کنوانسیون ویانا را و پروتکل از او را و حقوق برندو کشور امضا شده یا دفاع نتانستن همیشه از مهاجرین بایسی افسار بایسی وسیله استفاده شده اشگانه و افگانه ساخته شده تنظیمهای مختلف ساخته شده به کشورهای دیگه فرستاده شده از یا و به شکل رایگان از فیزیکی و مزدوری استفاده کردن سیاسی برا بردن ظلم کردن ستم کردن اما هیچ حاکمیت نتانست که از یا حداقل قاعده عمومی ره و قاعده خصوصی بارزان تدید تشکر تشکر آقای ماریچ دوباره میایم به شما آقای فروتن شما زمین ارزیابی روند اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه چه فکر میکنید؟ آیا این روند اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه طبق قسمی که آقای معارج ذکر کردن مطابق اصول و مقررات بین المللی هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم قبل از همه عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت تمام بینندگان عزیز تلویزیون رای فردا و خدمت مهمان گرامی استاد معظم و خدمت شما من میخوایم از اینجا آغاز کنم که افغانستان دقیقا بعد از کودتای ننگین هفت ثور سال 1357 به طرف و دیگر بدبختی هایی که در قبال خود داشت افغانستان یک کشور قدرتمند و کشور خوبی بود قبلا اما در اثر بعد از کودتای هفت ثور به کشور مبدل شد که ملت نجیب و ملت بسیار غیورش درد ببینه و مهاجر شود درست در پیرامون مسائل واجه های اصطلاحات سیاسی باید من برز برسانم و احترامی که به مهمان عزیز و گرامی خود داریم آقای معارج اگر اشتباه نکنم تخلص کردن یکی مسئله حقوق بین الملل بدون شک دو کنوانسیون یکی کنوانسیون سال 1951 است یک کنوانسیون سال 1964 است که برجسته ترین موردش اصل اخراج نکردن اجباری مهاجرین است هرچند این کنوانسیون ها حقوق بین الملل مشکلشی است استاد معظم هم در کنار ما هستند که قواعد حقوق بین الملل متاسفانه در اکثر اوقات الزام آور نبوده یعنی یکی از خاصیت های اساسی و بنیادی حقوق و قواعد حقوقی است که او باید الزام آور باشد هرچند ما نمیتونیم بگوییم 100% که قواعد حقوق بین الملل الزام آور نیست اما در اکثر موارد دیده شده که حقوق بین الملل زمانی که به تصویب رسیده از طرف کسایی که مجری ازی بوده رعایت نشده و این هم بنابر فشارهای ابرقدرت هایی که در سازمان ملل نقش دارند به این مورد بوده سپاس آقای فروتن خارج از این که حالا قواعد حقوق بین الملل الزام آور است و یا این که عملی میشه و مرحله اجرا گذاشته میشه یا نمیشه حالا بحث ما روی روند اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه است که چقدر با اصول و قواعد حقوق بین الملل برابر است خب ما باید درک کنیم که اگر از واقعیت نگذریم کشور
اکثر همسایه های ما رو بس ما سر همسایه هاست فعلا پاکستان و ایران، اونا هم مشکلات بنیادی خود دارن. کشور پاکستان و ایران هم از اون کشورهای توسعه یافته و پیشرفته جهان نیست که تمام مشکلات افغان ها رو اونا قبول کنند. ولی در عین حال باید درک بکنیم که افغانستان هم به عنوان یک کشور همسایشان که همواره حسن همجواری را رعایت کرده، باید ما با پاکستان و ایران مشترکات فرهنگی داریم و این مشترکات فرهنگی بدون شک و تردید که در طول تاریخ دو ملت با همدیگر نزدیک ساخته که اساسترین عنصر از او عنصر دین است و عنصر دومیش هم عنصر زبان است. که ما با ایران ضمنی که عنصر دین داریم، عنصر دیگه یک است و عناصر فرهنگی زبان هم است و همچنان با پاکستان. خب پاکستان و ایران یک هرم فشار بالای افغانستان داره. او هرم فشار در طی 35 سال اخیر متاسفانه اخراج اجباری مهاجرین است. ما قبلا بعض رساندم که کنوانسیون های بین المللی یکی از اصول برجستهش اصل اخراج نکردن اجباری مهاجرین است. درست. این موضوع که امروز مطرح شده ای چند بود داره. بود اولش اگر از دیدگاه حقوق بین الملل ببینیم که از دیدگاه اخلاقیش ایران پاکستان اگر بگوی ملامت است، ولی از دیدگاه قواعد بین الملل با وجودی که اصل زیر پای میشه اصل اجبار اخراج نکردن اجباری مهاجرین، اما ایرانی ها و پاکستانی ها هم دلایل خود در روابط بین الملل در سازمان ملل دارند. درست. در این حال یکی از مکلفیت های اساسی سازمان ملل متحدی است که به گونه درست مهاجرین از یک کشور بیچاره و فقیر که میره باشه بنابر شرایطی که حاکم از اون کشور، از اون مهاجرین باید حمایت صورت بگیره. من فکر میکنم در این مسئله بیغوری تا جایی از طرف سازمان ملل متحد است که رسیدگی دقیق نشده. درست. و در این حال کشمکش های سیاسون ما با کشورهای همسایه است. من فقط یک عرض بسیار کوتاه دارم که من با سیاسون مشوریم ای است که با لشکرکشی نمیتونیم مشکل حل کنیم، با جنگ و منازعه در سرحدات نمیتونیم مشکل مهاجرین حل کنیم. درست. یگانه چیزی که میتونه مشکل مهاجرین حل کنه او قدرت دیپلماسی ماست. اگر ما از طریق دیپلماسی و قدرت دیپلماسی بتونیم پیش بریم، دستگاه دیپلماسی ما فعال باشه، بدون شک تردید ما این مشکل حل کرده. سپاس. در نهایت امر این اخراج اجباری مهاجران از کشورهای همسایه خلاف اصول و قواعد بین المللی است. تشکر آقای فروتن. آقای مبلغ، تأثیرات این اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای همسایه چقدر میتونه روی روابط افغانستان با کشورهای همسایه تأثیر داشته باشه و این روابط صدمه بزنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و خدمت شخصیت بزرگوار ما آقای فروتن، شخصیت علمی بزرگوار ما آقای مارس سلام تقدیم میکنیم، همچنان به بینندگان محترم. انشاءالله که موفق باشید. در رابطه با جواب سوال شما، مسئله اساسی است که امروز دنیا در به سمت منطقه گرایی شدن در حرکت میکنه. یک روند تقریبا طبیعی اجتناب ناپذیر است که امروز تلاش صورت میگیره که مسئله حاکمیت دولت هاست، حاکمیت مطلق کم کم خارج شود. مسائل به سطح بین المللی امروز تجربه شد که نتوانست مشکلات ما با اتکای و متحدین بین المللی خیلی به نتیجه برسیم، کم کم میبینیم که کارآمدی خود را حفظ نتونست. درست. امروز یک روند طبیعی منطقه گرایی است. امروز کشورهایی که در یک منطقه جغرافیایی قرار داره شدیداً وارد تعاملات میشه که بتونه به فوق به مرتبه اعلا و فوقش که منطقه گرایی مطلق و شکل گیری یک اتحاد سیاسی امنیتی یک حوزه بزرگ باشه شکل میگه. امروز افغانستان و تمام کشورهای منطقه ما شدیداً نیاز به همگرایی داریم. بر اساس نظریه کارکردگرایی ما زمانی میتونیم به سوی به طرف همکاری و به طرف همکاری منطقه‌ای و منطقه‌گرایی حرکت کنیم که شروع کارهای ما، شروع تعاملات ما باساس کارهای اقتصادی کوچک، از گام‌های کوچک برداریم و مراحل بزرگ برسیم. پس وقت منطقه‌گرایی یک اصل تناب ناپذیر و مهم در اصل شرایط فعلی بود و در روابط بین الملل در سطح بین الملل امروز به شدت تعقیب میشه. موضع گیری ها و گسست ها و تقابل دولت ما
با همسایه ها و در کل منطقه بسیار بسیار ما از هدف دور میکنه و نتایج بسیار بسیار زیانبار متاسفانه به همه داره. سپاس حالا شما میبینید که اگر روی تاثیرات روند اخراجی روند اخراج اجباری مهاجران افغان صحبت کنیم آقای مبلغ، تاثیرات منفی اینمی روند چی است بالای روابط ما با همسایه ها؟ یک بخش اساسی صحبت کردیم، ما از یک اصل بسیار مهم و اجتناب ناپذیر که در واقع خیلی از مشکلات امروز حل میکنه و امروز دنیا و اون طرف حرکت میکنه از فاصله میگیریم. امروز ما میبینیم که ما با خود کشورهای همسایه ما با در سازمان سارک، در سازمان شانگهای، در همچنان در سازمان ایکو ما عضویت داریم. در واقع ما را از یک هدف اساسی باز میداره، یک مشکل بسیار بسیار کلانه. مسئله دوم در رابطه با همکاری های امنیتی، ما امروز شما میفهمین که ارتباط و پیوندهای یک کشور در سطح ملی خلاصه نمیشه. این روز ما در سطح بین الملل به شدت وارد تعامل هستیم، از دیگران تاثیر میپذیریم، بالای دیگران تاثیر میگذاریم، از دیگران تاثیر میپذیریم. ما در صورتی میتونیم به یک امنیت برسیم، به یک امنیت تامین کنیم، به امنیت برسیم که یک حلقه امنیتی، یک همکاری شدید امنیتی اقتصادی بین ما ایجاد شه. و زمانی که ما نتونیم این همکاری ها را همین زمینه همکاری را ایجاد کنیم، 100% ما متاثر هستیم. ما متاسفانه این موضوع هر عمل از خود عکس العمل داره و این موضوع گیری هایی که همسایه های ما به عنوان یک ابزار و تنبیه دولت سرپرست از اخراج مهاجرین کار بگیرن، این عکس العمل مقامات حکومت ما را داشتن. همیشه شما دیدین با الفاظ بسیار تون برخورد کردن، موضع گیری های بسیار تونی در این زمینه صورت گرفتن و هر عمل از خود عکس العمل داره، متاسفانه ما را به سوی تنش، به سوی گسست و به سوی ناکارآمدی از این نظم مهم بین المللی پیش میبره. سپاسگزارم آقای مبلغ، تشکر از شما. آقای معارج، شما هم اگر روی تاثیرات منفی این روند بالای روابط ما و کشورهای همسایه صحبت بکنین و همچنان اضافه بر این بگویید که مدیریت این وضعیت نیازمند چه کارهایی است، یعنی چه کارهایی باید انجام شود تا این روند توقف پیدا بکنه و دیگر ما شاهد اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای همسایه نباشیم و کشورهای همسایه با مهاجرین ما با دیده احترام برخورد کنه. یگانه امیدواری ملت افغانستان باید یک ملت جغرافیه از این نهادهای بین‌المللی هست تا باید یک تابه، باید یک شهروند، باید یک انسان و بشر مطابق اعلامیه جهانی 1948 اعلامیه حقوق بشر رو تقریبا 30 ماده قطعنامه دارن یا قطعنامه سیا و سازمان ملل متحد مطابق منشورشان از یا مطالبه شده تا که همین اصل کنوانسیونهای مختلف و پروتکلهای مختلف که در خصوص مهاجرین هستند برای کشورها اگر تطبیق کنه بهتر خواهد بود که از حقوق و امتیازات و از ظلم و اضافه ستانی جلوگیری شود. یگانه امید ملت افغانستان به همین سیاقتر است و اگر طالبا شرایط جهان بپذیره، شرایط مشروع جهان خواسته مردم افغانستان است و اصلاحات را بیارن که اصلاحات نیاز است، به اون صرف میشه که جهان بیای تعامل کنم با ایشان و یا را پرسمت بشنم. به اون صورت طالب ها هم مجبور میشه که اصول بین‌المللی را بپذیرم و جهان هم مجبور هستن باید سکتالات با ایشان معامله کنن، کلن مشکلات حل میشه. اما بیان در حالات فیلی ببینید که شورا درست است که مشترکات فرنگی و جغرافی و اینوان را دارن، اما اصل واقعی احترام متقابل با حکیمیت قلمرو اقامت ارضی و استقلال کشور یک اصل پذیرفته در سطح جهان است، همچنان عدم مداخله در امور یکی دیگر و سومی حسن همجواری و دوستی مساعدت به کشورها. این هم یک اصل مثلا در خود کنوانسیون در این مورد که مثلا یک حالت بحرانی میاره، حالت آفات طبیعی میاره، کشور همجوار مسئولیت دارد تا که اگر شیوعی از ماشری یا اطبای کشور دیگر برشان میره دوجه برشان جا بتن و تدابیر خاص برشان اتخاص کنند. من قبلن یاد آوری کردم که نهادهای بزرگی کمک رسانی به یه سر زودتر نه برشان مساعدت میکنند. آتا شرکت همین خود اصول بندلی هوانوردی آیاتا هم اگر یک هواپیما یا یک طیاره در هوا مشکل پیدا میکنه، یک نشست اضطراری میکنه و کشورهای دیگر
گفته شده که بدیر اجازه بدن. بنابر وقتی که وسم جواری و دوستی باشه، این کشورها چنان اموال را باید نه افغانستان علی ازیا و نه ایشان علی افغانها این طور اموال را انجام بده که خدا نخواسته یک عقده تاریخی بین ملت ها پیدا شود که نسل به نسل انتقال شود، بجای از اینکه صمیمیت و دوستی و محبت بین هم سر باشه، مسائل تجارتی باشه، مثلا معرف مشکلات باشه. بنام این حالت ماجری تا آخر دوام هم نخواهد کردن. یک موقع خاصی بودن حالت ها تغییر میکنن، شرایط تغییر میکنن، یعنی قدر زیاد فشار هم سر آورد و گذشته از همه ایران و پاکستان هم میشه از بودن ماجری افغانستان پول گرفتن، هم از ملل متحد گرفتن، هم از یونیسف گرفتن، هم از ورد ایت یا ممی ارگانای بزرگی کمک رسانی پول هم به دست آوردن، منفیت هم کرد کشورهای خدا ما باید سرکتن توسط روزمز یعنی مازیر نفان تشکر آقای مروچ به نظر نکردن. و اگر مسئله جا دیگه پا بودن خمی روسا مثلا لشکر روس که آمد هم تارگیت شیران بودن پاکستان بود و در کیجا افغانا اگر سرزمین خود علای از ما جنگیدن یا هم به جا دادن این هم باید فراموش نکردن. در کل هم باید همین اصول بین‌المللی در دو کشور و اصولی که بین دو کشور هستن این را مراعات کنن، بهتر خواهد بود و این خوب پاپس کنن برسته هر دو کشور. تشکر آقای مهاجر، ممنون شما. آقای فروتن، مسئولیت نهادهای بین‌المللی خصوصا نهاد سازمان ملل متحد در این زمینه چیست؟ در حالی که پیشتر شما گفتین این روند خلاف اصول و قوانین بین‌المللی به اجرا گذاشته شده. می فهمیم که سازمان ملل متحد به عنوان سازمانی که نظم جهان به دوش داره، خصوصا بعد از جنگ دوم جهانی، یکی از مسئولیت های بزرگش در کنار دیگر مسئولیت هایی که صلح باید در دنیا حاکم باشه، همی بحث مشکلات میان کشورها است که یکی از این مشکلات بدون شک مشکلات مهاجرین است. سازمان ملل متحد فقط مسئولیت فعلی شمی است که بالای کشورهای همسایه به هر نحوی که میشه فشار وارد کنه تا زمینی که قواعد بین الملل کشورهای همسایه در قبال مهاجرین افغان در نظر بگیره، از شکیبایی و از صبر و حوصله اونا کار بگیرن. ما میپذیریم که شاید منافع ملی جمهوری اسلامی ایران یا منافع ملی پاکستان تقاضا بکنه که از مهاجرین به عنوان یک هرم فشار استفاده شود، اما ما در کنار مسائل سیاسی که دولت ها و حکومت ها در نظر می گیرند، بحث افکار عامه میان کشورها را هم داریم و بحث حس همجواری و انسان دوستی را هم داریم. وقتی ما یک مثال بسیار کوتاه میگم، درست، ما زمانی که مشکل با پاکستان پیدا میکنیم، مشکل ما با حکومت و جنرالایش است. ما با ملت پاکستان هیچ مشکل نداریم، ملت پاکستان همیشه با آغوش باز افغان ها را پذیرفتن. مسائل ملی یکی خود مسئولیت سازمان ملل متحد است که در این مقطع اساس باید بالای هر دو کشور فشار وارد کنه از هر نحوی که میشه، ولو اگر امداد پول کمک میکند در قبال این مسئله، در بدل این مسئله که مهاجرین افغان در کشور خود جای بتن، مثل که در دوره جهاد بود، و یا دیگه فشارهای سیاسی که وارد میکنه. و علاوه بر سازمان ملل متحد، من فکر میکنم کشورهای قدرتمند دنیا مانند ایالات متحده آمریکا هم در این مسئله یک مسئولیت بسیار بزرگ داره و مسئولیت شمیز که کشورهای پاکستان ایران را بیشتر بالاش فشار وارد کنه که از مهاجرین به عنوان یک هرم فشار علیه حکومت و ملت افغانستان استفاده صورت نگیره. سپاسگزارم آقای فروتن. تشکر آقای مبلغ. چرا نهاد بین المللی سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی به این وظایف که آقای فروتن بهش اشاره کردن به وظایف و مسئولیت های خود عمل نمی کنن، مشکل در کجاست؟ ما بخواییم یک مسائل است به شکل نظری دوستان عزیز هم عرض کردن. یک وظیفه اخلاقی و حقوق بشری است. طبیعتا مهاجر یک انسانه و تمام حقوق انسانیش باید بهرمند شود، توهین نشه و کرامت انسانیش و حقوق انسانیش باید تعدی صورت نگیره. اما به یک واقعیت هاست، امروز در سطح بین الملل شما شاهد هستیم چه قضایای صورت میگیره. امروز مسائل غزه را داریم، امروز مسائل سودان است، امروز مسائل جنگ اوکراین است. امروز این سازمان های بین المللی واقعا به شدت درگیر هستند. شما امروز
نقطه نقطه دنیا رو میبینیم بحران ها خیلی زیاده. یک بخش، بخش دوم در خود دولت ها. امروز ما بیایم وقتی بیایم قضایا رو کسر متهم کنیم بسیار آسانه بزبون، اما واقعیت ها را که بسنجیم. دقیقا به دوستای عزیزم اشاره کردم، کشورهای همجوار ما مناس کشورهای توسعه یافته یا جهان اول نیست، اینا مشکلات خود داره. افکار عمومی خیلی مهمه. امروز افکار عامه در خود بعضی کشورهای همسایه ما خصوصا دولت ایران شدیداً، دولت تمام تلاش‌های خود میکنه که یک اقناعی در سطح عامه صورت بگیره. شدیداً فشار است که 7.5 میلیون مهاجر در این سرزمین ایران سرازیر شده. امروز مشکلات به او کشور بار میتبه. این 7.5 میلیون مهاجر در یک سرزمین وارد شده از هر جهت، از کمبود، از بیکاری، از مشکلات معیشتی دیگر به وجود میاره. امروز وقتی وضعیت دارن اونها، ما حتی شاهد بودیم که رسانه های دولت ایران چند روز پیش، خود دولت ایران، سازمان امور مهاجرت ایران دلایل را پیش کش کردن، ارائه کردن برای مردم، در خور مردم دادن که وجود مهاجرین برای از ما چی فواید دارد، چی ثمره ها دارد، تنها آسیبه هایش نیست. سپاس آقای مبلغ. اما آقای فروتن گفتن که باید این مشکلات از طریق گفتگو و دیپلماسی حل گردد، نه از طریق این که مثلا مهاجران افغان از این کشور یا سایر کشورهای همسایه دیگر به گونه اجباری اخراج شوند و با برخورد توهین آمیز و تحقیر آمیز روبرو شوند. حالا در این زمینه، در این زمینه که به گونه اجباری اخراج میشن، مسئولیت اینها بین المللی چی است؟ باید چی کار بکنن؟ چی کارهای را انجام بدن تا اینکه این مشکل و این معضل از طریق گفتگو و دیپلماسی حل شود و به گونه مسالمت آمیز حل شود و با مهاجران افغان به گونه اجباری برخورد نشود و تحقیر و توهین صورت نگیرد؟ ما یک راه حل کوتاه مدت داریم. همی حرفی دو موضوع اساسی که اشاره کردیم، خواست ما از تمام نهادهای بین المللی که در این زمینه کار میکنه است که با تمام ساز و کارهایی که مد نظر میگیره تلاش صورت بگیره، با دادن کمک ها که عمدتا همین مسائل و نازدیشان برمی آید، با دادن کمک ها و اختصاص خیلی از برنامه ها بتونه یک زمینه انسانی تر برای از این مهاجرین فراهم کنه. و همچنان دولت سرپرست یا حکومت امارات اسلامی تلاش های صورت بگیره که با دیپلماسی، با گفتگو، با رعایت حال این شرایطی که ما داریم، هموطنان ما در یک کشور ها داره، یه راه حل مد نظر بگیره. اما در دراز مدت طبیعی است که هیچ کدام از این نتیجه بخش نیست. ما راه حل نداریم جز تشکیل یک دولت قدرتمند و کسب اعتماد ملی. تشکر. که برای تمام شهروندان از این سرزمین یک زندگی عزتمند در این سرزمین فراهم. سپاسگزارم آقای مبلغ. آقای معارج، برای رسیدگی به وضعیت مهاجران بیشتر هم پرسان کردیم که مدیریت این وضعیت نیازمند چه کارهایی است. حالا مهاجرینی که از این کشورها اخراج می شود یا این که به این کشورها به گونه قدبار زندگی می کنند، در چه کارهایی باید صورت بگیره؟ حکومت و نهادهای کمک کننده چه کارهایی باید برای بهبود وضعیت اینها انجام بدن؟ ببینید تامیل از ذره خود ما بحث کردیم با میمانان محترم، اصول جهانی را یادآوری کردیم و از بار مرامت کردیم. با همین شکل مسئولیت ها را گذاشتیم برای کشور همسایه و یا را هم مرامت کردیم. بیان در سر واقع تلویم که مسئولیت دولت های افغانستان و دولت فعلی چیه؟ آیا واقعا پاکستان و ایران جهان مرامت است؟ چرا دیگه کشورا با افغانستان معاشر نشدن که وا بازیش با شکایت میکنن؟ ببینید سعیز که جنگ های تحمیلی بود، مثل که جنگ 50 سال نه در واشنگتن بود، نه در لندن بود، نه در تهران، نه استانبول، نه مسکو، نه بیجینگ و نه ریاض. جنگ در جغرافی افغانستان بود و افغان میسرد و افغان میبود. این خودش یک ناکامی ضعف بود. حاکمیت های قوی و ممالک هوشیار جغرافی جنگ و محل جنگ دیگر جا میبره. این تقریبا 4700 سال پیش، 3000 سال و 3500 سال پیش فرعونی ها می سیاست رو داشتن. جنگ از مرافق مثل دور می سا دیگر پیش از اینکه بیا پیش از یاد با این خاطر یاد در امن بودن و تمدن پیشرفت ها داشتن. حتی در حاکمیت در امپراتوری هم چا بابا دورانی هم همچنین بودن. جنگ یاد پیلی بود، یاد مناطق سیستان بود، یاد طرف های دور بخارا و سمرقند اینجا داخل افغانستان جنگ نمیشه. به او خاطر ما آرام بودیم، افلاطون بودیم. حتی دوار سلطانان بودی که از بیدی همون در بر حالتی که پیچ بره. بر وقتی که جنگ داخل هم بودم ما سلطیم. حالا به خاطر ماجری تدابیر اتخاذ کردم. زمین کار ما سعید شده در افغانستان برای جوانم.
نه طرایی که چند میلیون ماجینه که در کشور هم سهست دوباره برمیگرد یا فقیترین ماجر هستن کادرهای واقعی دارد فراش شده 6 میلیون به 8 میلیون تقریبا در جهان ماجرین داره و 2 میلیون یعنی تقریبا دو سال ماجرین شده و 3 میلیون در خود افغانستان بیجاش لگا دارن که خود سازمان در مفتد میگرد زمین تحصیل مساعد است نیست مثلا حالا چه تدابیر اتخاذ شده آقای مارج؟ چه تدابیری اتخاذ شده؟ دولت حاکمیت داره مثلا دیجه در این قلم را فعلا موجود است دیجه در این جغرافیا وزارت ماجرین داره وزارت اقتصاد است وزارت زراعت است یا تمام وزارت های اتفاعی موجود است سیستم هست میگن ادا دارن میگن که امنیت داره ما با وجودی که هنوز هم دیواره کانتین در افغانستان است و پشته یک نفر تقریبا یک ماموری که یک بلنپایی که تیر میشه 15 مدت تحکیمی داره خواه بر صورت یعنی نسبتا میگن که امنیت ما هم تایید میکنی که برو سعیز که در مطال زیان میگن این بازا میگه امنیت است و ما قبول کردیم وقتی که امنیت از زمینی کار باید مساعد شوا سر زراعت باید کار شوا معدن که استخراج میشه فروخته میشه ضرور نیست که سرکار برای ما کاگل کنیم برو سر مثلا بند پرد کار شوا زراعت کار شما هر شوا تجارت زمینی تجارت مساعد شوا پارکای صنعتی زیادتر شوا فابریکا رو باید امکانات بتر جذب کنن سرمایه گذارا امنیت از وار اطمینان بتر این کشتن مرموز یا استخبارات قوی کنن پیدا شوا کی میکشه چرا مردم و ترس رو بیان نکی میاندازن این اگر کار داخل خود مهاجرینه که ما گفتم مهاجرینه که در پاکستان و ایران فقیرترین هستن که یا به خاطر غربت زندگی میکنن این شرایط رو مساعد کنن خود ما خود باید ملامت کنه خود ما باید کار کنیم یعنی افغانستان در حاکمیت نظام حاجت این است که ما بگیم که ایران این کار که داره پاکستان این کار که داره امریکا و روسیه و دیگه و دیگه ملامت خودم به خود افغان هست حاکمیت در افغانستان هست و یک ملامت همین خاموشی ملت هم هست همین ملت خاموش هم ملامت هست که از حق خود دفاع کردن هم بکنم سپاسگزارم آقای تشکر آقای مارش سپاسگزارم آقای فروتن پیام شما به کشورها همسایه برای توقف این وضعیت چی است لطفا خلاصه تر فقط من کوتا میگم که رای حل در یک چیز است که افغانستان بتانه کمک های بشری از طریق سازمان ملل به مهاجرین جلب بکنه در کوتا مدت ما اینمی رای حل داریم بعد بطبیل مدت چیزی را که مهمان عزیز گفتن او مؤثر است ولی به کوتاه مدت ما تا زمانی که از طرف کشورهای قدرتمند و سازمان ملل کمک‌ها را جذب کرده نتانیم بسیار مشکل است که ما مشکل مهاجرین حل کنیم پیام ما این است که کشورهای همسایه ما حسن همجواری را در نظر بگیرند افکار عامه را در نظر بگیرند و مثل که مهمان گرامی ما گفتند افغان‌ها ما و شما در اول احترام باید به انسانیت و کرامت انسانی داشته باشیم و انسانیت و کرامت انسانی را قربانی تمایلات سیاسی نکنیم. علارغم این که منافع ملی برای کشورها خطوط سرخ است اما انسان دوستی و با انسان دوستی کردن بالاتر از اون میتونه باشه در افکار عامه انسانیت. این مورد سیاست مدارای کشورهای همسایه در نظر بگیره انشالله که مشکل مهاجرین ما تا جای حل خواهد شد و در این حال سیاستمدارای داخلی ما هم روی دیپلماسی مؤثر با کشورهای همسایه کار بکنند. تشکر آقای فروتن. مهمانان گرامی آقای مارج، آقای فروتن و آقای مبلغ از حضور شما در برنامه سپاسگزاریم. همینطور تشکر از شما بینندگان عزیز که بینندگان برنامه زاویه بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.